این جوان فیلد نه جهنم است تا دلیل نیمکت نشینی کریستیانو رونالدو شاهکار استیون جرارد. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. تیم فوتبال لیورپول در ادامه 27 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یک بار دیگر در خانه تن به شکست داد تا بحران تیم کلوب کماکان ادامه داشته باشد. اتلتیکو و رئال مادرید در یک بازی سراسر جذاب به تساوی 1-1 دست یافتند. آندریا پیرلو مدعی شد در مورد نیمکت نشینی کریستیانو رونالدو با خود هماهنگ کرده است. باشگاه سنتی گلاسکو رنجرز بعد از 10 سال موفق شد دوباره به عنوان قهرمانی لیگ اسکاتلند دست پیدا کند. در ادامه هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم فوتبال لیورپول که به هیچ عنوان اوضاع خوبی در این فصل ندارد، در ورزشگاه خانگیش میزبان تیم فولهام بود که در نهایت مقابل مهمانش تن به شکست داد تا یک بار دیگر در خانه متوقف شود. این مسابقه با تا گل ماریو لیمینا به سود فولهام به پایان رسید تا کلوب در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار بگیرد. این ششمین شکست متوالی لیورپول در این فصل است که در خانه رقم می‌خورد. در واقع آخرین باری که لیورپول در خانه در لیگ برتر به برتری رسیده برمیگردد به 16 دسامبر سال 2020 که در هفته 13 این فصل با نتیجه 2-1 مقابل تاتنهام به برتری رسیده است. شکست‌های متوالی لیورپول در خانه از هفته 18 برابر برنلی آغاز شد که تیم کلوب با یک گل به حریفش باخت. پس از آن مدافع عنوان قهرمانی 5 بار دیگر در خانه برابر حریفانش شکست خورده است. لیورپول در 10 بازی گذشته اش در رقابت‌های لیگ برتر 8 شکست و 2 پیروزی کسب کرده است. تیم کلوب که با این روند هیچ شانس برای قهرمانی در این فصل لیگ برتر ندارد و گرفتن سهمیه هم برایش آسان به نظر نمی رسد، با 43 امتیاز رده هفتم جدول و احتمالاً سقوط به رده‌های پایین‌تر هم وجود دارد. اتلتیکو مادرید در حساس‌ترین مسابقه هفته 26 لالیگا در ورزشگاه واندا متروپولیتانو میزبان تیم همشهری یعنی رئال مادرید بود که در پایان این جدال با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. اتلتیکو مادرید کار را بهتر آغاز کرد و تسلط نسبی بر روی بازی داشت تا اینکه در دقیقه 15 به گل اول دست یافت. اشتباهی ناچو باعث شد مارکوس یورنته در یک فضای فوق‌العاده قرار گیرد. هافبک اسپانیایی با یک پاس عالی روی سوارز را در موقعیت تک به تک قرار داد و این مهاجم فرصت طلب نیز با یک ضربه بیرون پا نتیجه را 1-0 کرد. در دقیقه 28 کاسمیرو میتوانست کار را به تساوی بکشاند، اما ضربه محکم این بازیکن از پشت محوطه جریمه توسط یان اوبلاک دفع شد تا تغییر در نتیجه حاصل نشود. در دقیقه 38 اتلتیکو مادرید باز هم توسط لوئیس سوارز به یک موقعیت تقریبا خوب دست یافت، اما ضربه این بازیکن توسط تیبو کورتوا مهار شد. در دقیقه 41 صحنه فوق‌العاده مشکوک درون محوطه جریمه اتلتیکو مادرید رخ داد، جایی که توپ به دست مدافع این تیم یعنی فیلیپی برخورد کرد، اما داور خطای پنالتی تشخیص نداد. با این حال وار به صحنه ورود کرد، اما هرناندز بعد از بازبینی صحنه خطای تشخیص نداد تا بازی ادامه پیدا کند. در ادامه نیمه اول نیز تغییر در نتیجه حاصل نشد تا بازی با همان تگل لوئیس سوارز به سود اتلتیکو مادرید خاتمه پیدا کند. در دقیقه 53 اتلتیکو مادرید میتوانست اختلاف را به دو برابر افزایش دهد. یانی کاراسکا روی اشتباه مدافعان رئال مادرید با دروازه‌بان این تیم تک به تک شد، اما ضربه او با واکنش فوق‌العاده تیبو کورتوا همراه شد. توپ برگشتی به مارکوس یورنته رسید و ضربه این بازیکن نیز با اختلاف کم به بیرون رفت. در دقیقه 54 باز هم اتلتیکو مادرید تا آسانی زدن گل دوم پیش رفت. این بار لوئیس سوارز بود که میتوانست در دهانه دروازه گلزنی کند، اما باز هم تیبو کورتوا خوش درخشید و دروازه اش را نجات داد. در دقیقه 60 آنخل کوریا در دهانه دروازه رئال مادرید به یک موقعیت فوق‌العاده خوب گلزنی دست یافت، اما توپ روی پاهای او جفت و جور نشد تا اتلتیکو باز هم در زدن گل دوم ناکام بماند. در دقیقه 70 فدریکو والورده شوت محکم را روانه دروازه اتلتیکو مادرید کرد که با واکنش آن اوبلاک همراه شد و سرانجام نداشت. کریم بنزما در دقیقه 75 در یک موقعیت خوب گلزنی قرار گرفت، اما ضربه محکم او با اختلاف نسبتاً زیاد از بالای دروازه اتلتیکو مادرید عبور کرد تا یک موقعیت دیگر نیز برای ریالی ها از دست رفته باشد. در دقیقه 80 حرکت فوق‌العاده وینیسیوس و ارسال او به دهانه دروازه کریم بنزما را در موقعیت مسلم گلزنی قرار داد، اما این مهاجم فرانسوی در دو مرحله برابر یان اوبلاک شکست خورد و در واقع دروازه‌بان اتلتیکو دو واکنش استثنایی از خود به نمایش گذاشت تا تغییر در نتیجه حاصل نشود. چند ثانیه بعد رئال مادرید به یک ضربه آزاد دست یافت که باز هم شوت محکم کریم بنزما توسط یان اوبلاک دفع شد. در دقیقه 89 بالاخره حملات رئال مادرید نتیجه داد و این تیم توسط کریم بنزما با روی همکاری فوق‌العاده با کاسمیرو دروازه اتلتیکو مادرید را باز کرد تا نتیجه 1-1 شود و بازی با همین نتیجه خاتمه یافت. یوونتوس در دیدار تماشایی موفق شد در تورین با نتیجه 3-1 لاتزیو را مغلوب کرده و امیدهای خود را برای فتح اسکوداتو را حفظ کند. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس در این دیدار در اواخر مسابقه وارد میدان شد و آندره پیرلو فاش کرد که بازی‌های متوالی دلیل نیمکت نشینی این گلزن 36 ساله بوده است. آندریا پیردو گفت کریستیانو رونالدو اخیرا در 8 یا 9 بازی متوالی در ترکیب یوونتوس قرار گرفته بود و من در طول هفته و بعد از مشورت با خود رونالدو با او در مورد قرار نگرفتن در ترکیب در دیدار مقابل لاتزیو به توافق رسیده بودیم. پس در واقع این تصمیم از قبل برنامه‌ریزی شده بود. حضور رونالدو در ترکیب شرایط را بهتر می‌کند، اما باقی بازیکنان حاضر در زمین نیز وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.
رونالدو در این فصل 20 بار برای یوونتوس موفق به گلزنی شده و طبیعی است که دیگر بازیکنان در غیاب او بتوانند دروازه تیم‌های رقیب را باز کنند. وقت توپ را به رونالدو بسپارید، معمولاً او قادر به انجام یک کار مفید است و اصولاً با حضور او در ترکیب شما بازی را با یک گل برتری نسبت به حریف شروع می‌کنید. اما درباره این استراحت در طول هفته توافق شده بود، زیرا رونالدو بازی‌های متوالی زیاد انجام داده بود و نیاز به استراحت داشت. لیگ اسکاتلند نیز مانند لیگ‌های چون بوندسلیگا، سری آ و لیگ یک فرانسه در یک دهه اخیر لیگ تگ‌محور بوده و فقط یک قهرمان داشته است. سلتیک یکی دیگر از قدرت‌های فوتبال اسکاتلند در 10 سال اخیر قدرت برتر فوتبال این کشور بوده و در تمامی فصول به عنوان قهرمانی دست یافته است. اما این تلسم بالاخره شکست و گلاسکو رنجرز بالاخره به مقام قهرمانی دست یافت. ساعت قبل سلتیک در دیدار مقابل داندی یونایتد با تساوی بدون گل دست یافت و این نتیجه به منزله قطعی شدن قهرمانی گلاسکو رنجرز بود. گلاسکو رنجرز در حال حاضر با 88 امتیاز و 20 امتیاز برتری نسبت به سلتیک در صدر جدول قرار داشته و قهرمانی خود را مسجل ساخته است. رنجرز در این فصل در 32 بازی خود به 28 پیروزی و 4 تساوی دست یافته، 77 گل زده و تنها 9 گل دریافت کرده است. استیون جرارد سرمربی انگلیسی و اسطوره باشگاه لیورپول در 30 فصل حضور روی نیمکت گلاسکو رنجرز به اولین جام قهرمانی دوران مربیگری خود دست یافته و بالاخره طلسم عجیب سلتیک را باطل کرد. در روزهایی که لیورپول هرگز با یورگن کلوپ عملکرد خوب ندارد، کس تردید ندارد که بالاخره روزی استیون جرارد هدایت مرسی‌سایدها را بر عهده خواهد گرفت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.